سلام و درود. خوشحالم که با یه برنامه دیگه از برنامه 37 درجه با شما عزیزان همراه هستم. رشا بهمنی هستم، پزشک عمومی. در این برنامه میخواییم با هم نگاهی بیندازیم به تغییراتی که وابستگی به مواد در مغز ایجاد میکنه. از مصرف تفریحی مواد تا اعتیاد، چطور میشه زندگی بدون مواد رو به فردی که وابسته هست یاد داد؟ آیا واقعا ویتامین C میتونه جلوی سرماخوردگی رو بگیره؟ یا اینکه یه باور غلطه؟ تغییر و تحولات جنسی در سن بلوغ، پاسخ به سوالاتی که پرسیدنش خیلی هم راحت نیست. مواد اعتیادآور به گونه‌ای هستن که با اولین مصرف اثرشون روی مغز ما شروع میشه. در مرحله‌ای که بهش مرحله وابستگی گفته میشه، شخص دیگه نمیتونه کنترل کنه مصرفش رو. یعنی به تنهایی نمیتونه مصرف رو قطع کنه و یا حتی کم کنه. در این برنامه در رابطه با درمان اعتیاد میخوایم با شما صحبت کنیم. اما قبل از اون میخوایم پرمصرفترین مواد اعتیادآور رو در بازار امروز ایران رو بهتون معرفی کنیم. در ایران و افغانستان پرمصرفترین ماده اعتیادآور تریاک هست که از خانواده سوستیزا محسوب میشه. میخواییم در اینجا ببینیم که وقتی تریاک یا محصول اون هروئین وارد بدن میشه چه اتفاقی در بدن میفته؟ برای فهمیدن پاسخ این سوال اول باید بدونید که بدن درد رو چگونه کنترل میکنه. بدن به وسیله مواد شیمیایی داخلی به نام اوپیوید درد رو کنترل میکنه. این ماده باعث تحریک گیرنده های اوپیوید در سلول های عصبی میشه تا درد کمتر حس بشه و احساس آرامش ایجاد بشه. تأثیر دیگه تریاک و هروئین اینه که باعث ترشح دوپامین، یعنی هورمون طبیعی پاداش، در قسمت هایی از مغز میشه و شما احساس نشئگی میکنید. پس هروئین درست مثل اوپیوید طبیعی بدن عمل میکنه، ولی با شدت بیشتر. هروئین وارد قسمت های مختلف مغز میشه و باعث یک حس قوی آرامش و تسکین میشه. وقتی تاثیر دوپامین مکررن بازسازی بشه میتونه باعث اعتیاد شدید به این ماده مخدر بشه. هروئین خیلی کمتر از اوپیوید طبیعی بدن قابل کنترله. بعضی وقتا حتی باعث میشه که بدن اینقدر آروم بشه که نفس کشیدن کاملا و برای همیشه قطع بشه. دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، در استودیو همراه ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدین. دکتر شما سالها تجربه کاری با کسانی که مشکل مصرف مواد داشتن رو دارین. میشه مختصر به ما بگیم به چه کسی میگن وابسته به مواد؟ ببینین، مدت ها پیش فکر میکردن که وابستگی به مواد یک سمت هست و استفاده از مواد به شکل مضر و گاهگاهی یا به شکل تفننی و تفریحی یک مسئله مجزا هست. الان در نظر میگیرن که اینا دو سر یک طیف هستن. بنابراین شخص میتونه که استفاده گاهگاهی و تفننی از اون داشته باشه و آروم آروم به سمتی حرکت بکنه که شما بتونین وابسته به اون ماده در نظرش بگیرین. دوره جوانی خطرناکترین دوره هست اگر که مغز ما در معرض مواد قرار بگیره. برای اینکه مغز در حال رشد هست، تمام تماس‌های بین سلول‌های عصبی در حال شکل گرفتن هست. بنابراین جوانی و مغز دو تا چیزی هستن که به شدت ما رو نسبت به مواد مخدر آسیب پذیر می‌کنن. دکتر فرض بگیرین یک نفر الان اومده پیش شما، یک فرد جوان، و میگه که من اصلا کنکورم که بدم موفقم بشم، دانشگاهم برم، خب من که در آینده شغلی ندارم. برای اینکه این ترس رو بخوابونه میری به سمت مواد. شما به این فرد چی میگی؟ شبیه همین کسایی هستن که ممکنه بگن که ما میخوایم امتحان بدیم، تو امتحانمون موفق بشیم، پس لازمه که از یه ماده استفاده بکنیم. یا در یه رابطه عاطفی شکست خوردیم، پس لازمه که از یه ماده استفاده بکنیم. یا فرض کنین که بعضی وقتا برای لاغری میان صحبت میکنن، بعضی از مواد رو استفاده میکنن. یعنی راه حل‌های عجیب غریبی استفاده میشه برای مشکلاتی که جزوی از زندگی هستش و به طور روزمره همه باهاش درگیر هستن. پس اینا دنبال یه راه حل آنی هستن. منتها در کلینیک اولین چیزی که بخوایم به همچین فردی بگیم مخالفت باهاش نیست. برای اینکه اگه بخوایم مخالفت بکنیم، عملا رابطه درمانیمون رو باهاش از دست میدیم. رابطه شکل میگیره، به درمانگر اعتماد ایجاد میشه، بعد در مراحل بعدی سعی میکنیم که این نگرش رو تغییرش بدیم. بس ما بس مصرف مواد هست. و یکی از این مواد، مواد محرک هستن. آمفتامین، متامفتامین، LSD و برحال شیشه که در ایران خیلی مصرف داره. با هم نگاهی میاندازیم به اثرات LSD در روی بدن.
LSD که به اون اسید هم میگن رو حدود 30 سال پیش در سوئیس دکتر آلبرت هوفمن ساخت، وقتی که سعی میکرد کاربرد یک قارچ به اسم ارگوت رو پیدا کنه. این قارچ ماده‌ای به اسم اسید لیزرژیک رو تولید میکنه که در ترکیب با یک ماده شیمیایی دیگه به اسم دی اتیل آمید تبدیل به LSD میشه. تولید LSD پیچیده است و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و دانش شیمی داره. مقدار خیلی کمی LSD باعث تأثیرات شدید در مغز میشه. ولی چرا بعضی از افراد وقتی LSD مصرف میکنن خیلی وحشت زده میشن؟ برای فهمیدن این نکته اول باید ببینیم ادراک و خلق و خو چگونه کنترل میشن. هورمون سروتونین در مغز به کنترل روحیه و ادراک کمک میکنه، ولی LSD باعث تاثیرات غیر قابل پیش بینی میشه. تاثیر LSD بر روی مغز به میزان قدرت اون، وضعیت ذهنی و شرایط فرد در زمان مصرف بستگی داره. اینا میتونن باعث ایجاد تغییرات مختلف در روحیه و ادراک فرد بشن، تغییرات مطلوب یا گاهی هم نامطلوب. LSD با قدرت تخیل ما بازی میکنه. به این میگن سفر کردن. این سفر گاهی اوقات میتونه ترسناک و گیج کننده باشه. زمانی که سفر شروع میشه فرد دیگه نمیتونه متوقفش کنه و گاهی اوقات بیشتر از یه نصف روز طول میکشه، گاهی اوقات حتی تا روزها، هفته‌ها و ماه‌ها. آقای دکتر، چه تکنیک هایی را شما برای شخصی که به تو مراجعه کرده برای ترک مصرف مواد در واقع به کار میبرید؟ ببینید، خیلی تکنیک های مشخص و قالبی رو نمیشه پیشنهاد کرد. پیشنهاد من این هستش که درمانگر یک جعبه ابزاری رو تو ذهنش داشته باشه که انگار از توی اون مدل های مختلفی رو انتخاب بکنه. خیلی بستگی به نیاز اون شخص داره. مثلا فرض کنید اگر یه شخصی هستش که ممکنه تغذیه کافی نداشته باشه یا وضعیت خواب مناسب یا مکان و زندگی مناسبی نداشته باشه، ابتدا باید اون مسائل برطرف بشه و بعد در مرحله بعدی بخوان به درمان مسائل روانی یا اختلال مصرف مواد بخوان برسن. نکته بعدی اهمیت رابطه درمانی درمانگر و بیمار هستش، به خاطر اینکه اگه دقت بکنین ماده مصرفی یه خصوصیتی پیدا میکنه که برای اون شخص قابل پیش بینی هست، یعنی هر بار که استفادهش میکنه یک اثر مشخصی رو میگیره از اون، تکرار شونده است، یعنی هر بار که استفاده میکنه همون اثر رو میگیره و بعد از یه مدتی به اون ماده مخدر اعتماد میکنه و فکر میکنه به طور کاذب که اون ماده مصرفی ممکنه که جواب اون احساسات عاطفیش رو بخواد بده. بنابراین اگر درمانگر یا پدر و مادر یا خانواده بخوان به اون شخص کمک بکنن، اولین و طلایی ترین چیزی که میتونن به اون شخص پیشنهاد بدن اینه که بتونن اعتمادش رو دوباره جلب بکنن و برش گردونن به داخل اون رابطه. یک درمانگر کارآمد چطور میتونه این انگیزه رو در شخصی که اومده پیشش برای ترک اعتیاد ایجاد کنه؟ ببینین، اولین قدم این هستش که پایه درمان رو روی رابطه درمانی قابل اعتماد و اطمینان بخش قرار بده. قدم دوم این هستش که سعی بکنه دنیا رو از چشم مراجعه کنندش ببینه، یعنی خودش رو بذاره جای اون شخص و ببینه که اون با اون مشکلاتی که داره چجوری مسائل رو داره میبینه. قضاوتش نکنه، مثلا بگه که تو به این خاطر داری این کار رو میکنی یا این جوابت غلطه یا این تصمیم گیری اشتباهه. اینجور قضاوت ها عملا فاصله رو هی دورتر و دورتر میکنه و خیلی قابل انعطاف باشه، بر اساس نیازهای مراجعه کنندش تصمیم بگیره که چه چیزی برای این شخص در این زمان به خصوص مناسب هست. خیلی ممنون آقای دکتر. میریم سراغ معرفی یک دسته دیگه از مواد به نام کانابیس، حشیش یا گراس، که این مصرف اون به دو صورت است، یا با توتون یا همون تنباکو اون رو ترکیب میکنن، یعنی در واقع مخلوطش میکنن و توی اون سیگار قرار میدن، مثل سیگار مصرفش میکنن، یعنی اون رو میکشن، و یا اینکه گاهی وقتا خوراکی اون رو استفاده میکنن. اثرات اون در روی بدن ممکنه که وابستگی جسمانی کمی ایجاد کنه یا اصلا ایجاد نکنه، ولی متاسفانه وابستگی شدید روانی ایجاد میکنه. با هم ببینیم. کانابیس یکی از پرمصرفترین مواد غیرقانونی در دنیاست، چون به راحتی تولید میشه. کانابیس از گیاهی به اسم شاهدانه به دست میاد. گوناگونی انواع کانابیس هم به این دلیله که از انواع مختلف شاهدانه یا از قسمت‌های مختلف اون تهیه میشه، مثل حشیش که سمق یا شیره کانابیسه، یا ماریجوانا که بهش علف هم میگن، یا اسکانک
که نوع دستکاری شده و قوی تر کنابیس گیاهیه. کنابیس در بدن چی کار میکنه؟ گیرنده های کنابیس در مغز به صورت پراکنده و زیاد وجود دارن. کنابیس این گیرنده ها رو تحریک میکنه و باعث میشه حس آرامش و تیز شدن ادراک به فرد دست بده. مواد شیمیایی موجود در کنابیس به گیرنده های کنابیس در مغز متصل میشن و باعث حس آرامش بیش از حد و غیر طبیعی در فرد میشن. این مواد بیشتر از مواد شیمیایی طبیعی موجود در بدن انسان در مغز باقی میمونند و باعث حس تسکین میشن. استفاده از کنابیس به خصوص زمانی که بیش از حد مصرف بشه باعث به وجود آمدن حس استراب، سوءظن و نگرانی در فرد میشه. تجربه نشون داده که معمولا دور نگه داشتن افراد از مصرف مواد مثل نگهداریشون در کمپ ها یا در کلینیک ها در پاری از موارد فرد وقتی اومده بیرون دوباره رفته سراغ مصرف مواد. چطور میشه این وابستگی به مصرف مواد رو در این افراد کم کرد یا به طور کلی ازشون گرفت؟ ببینید یه تکنیکی هست به نام این که با افزایش انگیزه شما به اون شخص کمک بکنید و الان ما میدونیم برای افزایش انگیزه افراد از مراحل مختلفی عبور میکنن. اولی مرحلهش این هستش که اون شخص هیچ انگیزه ممکنه نداشته باشه و اصلا فکری نکنه برای تغییر. دومین مرحله این هست که شروع به فکر بکنه که ممکنه من یه منفعتی ببرم از این بابت ولی هنوز هیچ اقدامی نکنه. مرحله بعدی این هست که شروع به اقدام بکنه و بخواد شما رو ببینه یا به حرفتون گوش بکنه ولی توصیه های شما رو خیلی جدی نگیره و بعد مرحله بعدی این هستش که واقعا جدی بگیره و شروع کنه و معالجه رو انجام بده و دیگه پاک بشه از اون ماده. ولی بعد سرانجامش این هستش که چجوری بتونه جلوی عود اون مسئله رو بگیره و سنجش دقیق این که انگیزه اون فرد کجای این حلقه هستش و اون درمانگر کجا اون شخص رو دیده و خودشو مرتبط بکنه با اون سطح خیلی کمک کننده هستش. یک پدر مادر زمانی که میفهمن جوانشون به مصرف مواد آورده اولین برخوردشون چی باید باشه؟ پدر مادر باید بدونه که مسئله کی هست، بتونه یه مرزبندی بکنه. اگه جوان مراجعه کرده مسئله جوان هست. در مرحله بعدی اینه که وضعیت خودش رو خانواده تعیین بکنه که کجا میخواد وایسه. اگه بخواد به شدت اون نوجوان رو بازرسی بکنه، کشوهاش رو چک بکنه، ببینه که اون داره چی کار میکنه، این باز به اون اعتماد آسیب میزنه. اگه هیچی بهش نگن و بذارن هر کاری دلش میخواد بکنه، اونم باز کمک کننده نیست. بنابراین درمانگر اینجا باید کمک بکنه که پدر مادر کجا خودشون رو قرار بدن که در یک موقعیت مناسبی نسبت به اون جوان باشه. و گاهی وقتا ممکنه فقط پدر مادر نباشه، یک عموی جوان، یک خاله جوان، ممکنه اونا اون جوان رو به خودشون جذب بکنن و اون رابطه کلیدی عاطفی و قابل اعتماد رو به وجود بیارن که جوان با کمک اونها بتونه معالجش رو ادامه بده. کاملا درسته. و در این زمینه میشه گفتش که فردی که در حال ترک اعتیاد هست باید دو درمان همزمان داشته باشه، هم درمان نگهدارنده دارویی و هم اینکه از مشاوره‌های روانپزشکی و رفتار درمانی باید استفاده کنه. دو همین زمینه در دانشگاه ییل در آمریکا روانپزشکا بر اساس یافته‌های خودشون اومدن یک نرم افزار کامپیوتری یا یک برنامه کامپیوتری درست کردن که میتونه به این افراد کمک کنه تا اون رفتارهای وسوسه انگیزشون رو نسبت به بازگشت به اعتیاد رو تا اندازه‌ای کنترل کنن. امیر پیام سری به دانشگاه ییل در شمال شرق آمریکا زده و برای ما گزارش تهیه کرده. دانشگاه ییل در قلب شهر نیو هیون آمریکا با بیش از 300 سال قدمت همیشه از مراکز پیشرو در مطالعات اعتیاد بوده. در این دانشگاه این روزها یک تیم تحقیقاتی سخت مشغول تهیه برنامه‌ای کامپیوتری است که اگر فراگیر بشه میتونه انقلابی در درمان اعتیاد برپا کنه. خیلی چیزا هست که میشه با کمک کامپیوتر انجام داد. یکی از اونها آموزشه. به همین علت هم ما یک برنامه کامپیوتری ساختیم که بیشترش فیلم و نمایشه که سرگرم کننده هم باشه. ما اول یک سناریو نشون میدیم که موقعیتی پرخطر رو برای مصرف کننده مواد ترسیم میکنه، مثلا فشار محیط کار. بعد مهارت‌های مختلفی رو ارائه میدیم، مثل مهارت نگفتن، چگونه تصمیم گرفتن و چگونه مصمم بودن. بعد همون سناریو رو با استفاده از این مهارت‌ها نشون میدیم تا فرد ببینه پایان ماجرا چجوری میتونه فرق کنه. وقتی در ایران در زمینه پیشگیری از اعتیاد کار می‌کردم، نتایج مطالعات دکتر کرول از متون آموزشی بود. او در تمام این سالها تلاش کرده تا اهمیت استفاده از روش‌های شناختی رفتاری رو در درمان اعتیاد گوشزد کنه.
حالا می‌دونیم که باید روش‌های مختلف درمانی رو با هم ترکیب کنیم. اعتیاد بر تفکر، رفتار، بدن و حتی مغز ما تأثیر می‌گذاره. و خب اینجاست که درمان‌های رفتاری خیلی کمک می‌کنه. ما با اعتیاد به دنیا نمی‌آییم. ما اعتیاد رو یاد می‌گیریم. مغز ما علاوه بر تأثیرپذیری مستقیم از مصرف مواد، کم کم عادات مربوط به اعتیاد رو به عنوان یک سبک زندگی جدید یاد می‌گیره. دانشگاه ییل یکی از جاهایی که پیشگام در جراحی مغز بوده و این موزه دکتر هاروی کوشینگ جایی که بیش از 500 مغز کیروش مطالعه شده در سالهای گذشته و همچنین آثاری از تمام نقاط دنیا که نشون میده که مطالعات مغز چقدر قدمت داشته وجود داره. حتی شما آثاری رو میتونید از ایران پیدا کنید که متعلق به صده‌های گذشته است و در اونها در رابطه با مغز و همچنین فواید چیزهای مختلف برای درمان بیماری‌های مغزی و روانی صحبت شده. برنامه کامپیوتری که اینجا دارن روی اون کار میکنن، یکی از اهدافش زدودن اون بخش از رفتارهای مرتبط با اعتیاده که روی مغز ما هک شده. برایان یک روانپزشکه، اما مسئولیت اون در این تیم تحقیقاتی اینه که تلاش کنه برنامه کامپیوتری تهیه شده رو هرچه آسونتر و آسونتر کنه تا حتی اونهایی که تا حالا کامپیوتر رو روشن هم نکردند بتونن ازش استفاده کنن. در حال حاضر ما کسی رو داریم که به پرسش‌های کاربران جواب بده. اما برنامه طوری طراحی شده که فرد فقط باید بلد باشه موس رو تکون بده و کلیک کنه. We're going to jump into topic 3, stand up for yourself, which deals with assertiveness and skills to respond to offers of drug use effectively. In this one, the main character named Anna has to confront her boyfriend Tony, who keeps offering her drugs. I'll get clean. I'll do what it takes. Look, I'm going to do it for you and I'm going to support you and take care of you. Tony, it's... you're high. You made this promise before and I don't believe you. Come on. Listen, I need to be alone. Can you get out right now? Really, I just want to be by myself. Please go. این برنامه بر اساس این تهیه شده که اعتیاد یک رفتار یاد گرفتنیه و خب ما اینجا مدلی رو ارائه می‌کنیم که فرد بتونه این رفتار رو تغییر بده. اکثر ما وقتی اسم اعتیاد به میون میاد، فکر میکنیم معتاد اونیه که کنار جوی نشسته یا در خیابون میخوابه. در صورت که چه تو ایران و چه تو امریکا فقط کمتر از 10% از معتادان اونهایی هستن که در خارج از خونه زندگی میکنن و حدود 90% از اونها دارن با ما در خونه ها یا در کنار خونه ما زندگی میکنند. این برنامه که بر اساس شناخت رفتار درمانی برای کامپیوتر طراحی شده، هنوز برای بیشتر کسایی که سوء مصرف کننده مواد هستن میتونه کاربرد داشته باشه. در گزارش امیر از مهارت‌های زندگی که این افراد باید داشته باشن صحبت شد. به نظر شما چه جور مهارت‌هایی میتونه به این افراد کمک کنه؟ ببینیم، مهمترین مهارت زندگی این هستش که بدونیم اون نوجوان یا جوان در چه دوره‌ای از زندگیش هست. دوره جوانی درباره تطبیق با شرایط بزرگسالی، چالش‌هایی که با زندگی بزرگسالی اون فرد داره. بنابراین اگر بهش یاد بدیم که بتونه نبگه و بدونه که نگفتن یک موقعیت قوی‌تری برای اون فرد هست. برای اینکه اگه میخواد شبیه همگروهاش باشه، همسنش باشه و بگه بله بهشون، اون شباهت عملاً هویت فردی خودش نیست. ممکنه در یک مقطعی وارد اون بشه و از اون بیرون بیاد. ولی در دراز مدت نگفتن یک موقعیت قوی‌تری رو براش به وجود بیاره. و بعد بتونه یک مهارتی رو در ذهنش داشته باشه. مثلا توی مهمونی اگه اومدن بهش گفتن که بیا این ماده رو امتحان کن، یه جواب آماده داشته باشه. بگه من قبلا امتحان کردم، به بدنم نساخته، یا میدونم آدمی رو دیدم که اینو امتحان کرده، یه بلایی سرش اومده. یه چیزی رو از ذهنش آماده داشته باشه که اون رو بتونه بگه و از اون موقعیت بتونه فرار بکنه. توی رودرواسی قرار نگیره، بدونه بدن خودش از همه چیز دیگه در دنیا براش مهمتره و به خاطر خوشحال کردن همسن و سالانش نخواد بله بگه و با اونا موافقت بکنه. خیلی ممنون آقای دکتر که با ما همراه بودید. مرسی. سوالی که من همیشه داشتم اینه که آیا ویتامین C واقعا به درمان سرماخوردگی کمک میکنه یا نه؟ این پیام که خوردن قرص ویتامین C میتونه جلوی سرماخوردگی ما رو بگیره و وقتی هم سرماخوردین بیشتر و بیشتر ویتامین C بخورین تا زودتر خوب بشین، از بچگی تو ذهن همه ما نقش بسته. اما چقدر این اساس علمی داره؟ یه شیمیدان معروف آمریکایی به نام لینوس پاولینگ 45 سال پیش این ادعا رو کرد. از اونجایی که نه یکی بلکه دو تا جایزه نوبل برنده شده بود، مردم هم به حرفش گوش دادن. اما ادعاهای اون یکم شتاب زده بود.
حقیقت این استش که خوردن روزانه یه قرص ویتامین C هیچ تضمینی نمی‌کنه که ما هیچ وقت سرما نخوریم و جلوی سرماخوردگی ما رو بگیره. در واقع قرص ویتامین C میتونه یه مقداری از علائم سرماخوردگی رو کمتر کنه و تخفیف بده، اونم فقط برای یه نصف روز. یادتون باشه که اگر سرما خوردین و بعدش شروع کردین به خوردن ویتامین C، باز هم هیچ مدرک علمی وجود نداره که خیلی سریع سرماخوردگی شما خوب بشه. تلاشی بی‌پایان برای پیدا کردن یک درمان قطعی برای سرماخوردگی همچنان ادامه داره. تازه‌ترین امید محققان قرص زینک یا روی هست. اما بعضی از مطالعات علمی ثابت کردن و نشون دادن که خوردن روزانه یک عدد قرص روی یا زینک میتونه در درمان سرماخوردگی مؤثر باشه. قرص روی از تکثیر ویروس‌های سرماخوردگی در واقع جلوگیری می‌کنه و از طرف دیگه باعث میشه که مدت سرماخوردگی کوتاه‌تر میشه و شدت علائم خیلی کمتر میشه. البته اگر در 24 ساعت اولی که علائم شروع میشه ما مصرف کنیم قرص روی رو. از طرف دیگه یک اشکالی که وجود داره، قرصای روی مکیدنی باعث بدمزه شدن دهان و ایجاد حالت تهوع میشن. از وقتی که بچه بودم دانشمندان مرتب میگفتن تا کشف درمان قطعی سرماخوردگی راهی باقی نمونده، اما راستش رو بخواین اونا هنوز نتونستن به یک کشف و به یک درمان قطعی برسن و من تا اون روز ترجیح میدم هر وقت سرما خوردم سوپ مرغ خوشمزه و داغ دستپخت مامانم رو امتحان کنم. رسیدیم به بخش درگوشی ها. در این بخش دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، میخواد در رابطه با تغییر و تحولات سن بلوغ در دخترها و پسرها برای ما صحبت کنه. با هم ببینیم. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه به تغییر و تحولات دوران بلوغ در دخترها و پسرها می‌پردازیم. یکی از مقاطع زندگی که بسیار مهم و تعیین کننده است در اینکه ما چطوری فکر می‌کنیم راجع به خودمون از نظر جنسی و جنسیتی و روابط جنسی آینده‌مون چجوری برقرار می‌کنیم، دوران بلوغه. دوران بلوغ برای خانم‌ها زودتر شروع میشه و برای آقا پسرها یه مقداری جدید با یه چند سالی تأخیر شروع میشه. وقتی کسی به سن بلوغ میرسه، برای خانم‌ها این حالت عادت ماهانه، پریود یا قاعدگیشونه که پیش میاد و برای آقایون این حالت احتلام شبانه‌شون پیش میاد که یه جورایی اون مایع منی که در بدنشون ساخته میشه رو توی خواب اینو رها میکنن و از بدنشون خارج میشه. یکی از چیزایی که مهمه و دوست داشتم امروز باهاتون در میون بذارم در مورد این سوالایی که رسیده اینه که بعضی از خانم‌ها نمیدونن که مثلا اگر از نوار بهداشتی استفاده کنن بهتره، اگر از تامپون استفاده کنن بهتره، یا آیا وسایل دیگه هم هست که میتونن استفاده کنن یا نه. نوار بهداشتی که انواع مختلف داره، که طویل نرماله برای شب، برای روز، به نسبت خونریزی که فرد داره کم کم اینا دستتون میاد که چه نوار بهداشتی رو باید استفاده بکنین. ولی مهم اینه که حساسیت بهش نداشته باشین و بعد از اینم که استفاده کردین و اون مقدار خونی هم که دارین بتونه درست جذب بکنه، بعد از اینم که استفاده کردین خیلی به قول معروف محترمانه اینو توی یک دونه نایلون یا یک دونه روزنامه چیزی بپیچین و بعد بندازین توی سطل آشغال. ابزار دیگه تامپونه که بعضی از خانم‌ها سوال می‌کنن که اصلا برای من مناسب هست استفاده کنم یا نه. برای خانم‌هایی که ازدواج نکردن و براشون مهمه که به قول معروف بکارتشون محفوظ بمونه، داخل کردن هر چیزی به داخل واژنتون ممکنه که این مقدار آسیب بزنه به اون پرده بکارت. به خاطر همین ما توصیه می‌کنیم که مطمئن بشین از اینکه می‌خواین اینو استفاده بکنین یا نه، بعداً استفادهش بکنین. یه چیز دیگه هم خانم‌هایی که تامپون استفاده می‌کنن، مطمئن بشین که روی بستر رو میخونین و طبق ساعتهای توصیه شده این تامپون رو در میارین، وگرنه ممکنه مسمومیت سمی بده تو بدن و باعث یه جور شوک بشه که این هم خب براتون خیلی خوب نیست. ولی به طور عمومی معمولا میگن کمتر از 7 یا 8 ساعت این تامپون رو خارج بکنین. قضیه دیگه که اینجا پیش میاد برای خانم ها سندروم پیش از قاعدگی یا اختلال پیش از قاعدگی. ببینید سندروم پیش از قاعدگی نقطه ضعف خانم نیست، اتفاقا نقطه قوته. برای اینکه اگر که یه خانومی نتونه که این جابجایی هورمون‌ها رو در بدنش ایجاد بکنه که اصلا این
این قاعدگی رو داشته باشه، بنابراین بچه دارم نمیتونه بشه، بنابراین پوست شفافی نداره، بنابراین تمام اینا به هم ربط داره. و قاعدگی اتفاقا یکی از نشونه هایی که سلامت یه خانم بالغ رو نشون میده، که وقتی سر وقت اتفاق میفته، با خونریزی معقول اتفاق میفته به مقدار معقول. اما اگر دیدین که اون عصبانیت ها، مثلا کم خونی، فشار کم، یه مقداری اون مودتون خیلی تونتون عوض میشه، عصبانی، چیزا خیلی یادتون میره، با کارهای روزمرهتون خیلی تداخل میکنه، بد نیستش که با پزشک زن و زایمان در میون بذارین این قضیه رو، به خاطر اینکه اون وقتی که اون سندروم نیست، اختلاله. یعنی حتی ممکنه که بذارنتون روی یه سری قرصای خاص یا کپسولایی که زیر پوست تزریق میشه و یا جاسازی میشه که پریودتون رو یا خونش رو کمتر بکنه، که از اون حالت به قول معروف سرگیج و اینا در بیاین، شاید به خاطر کم خونی باشه، یا اینی که به مودتون کمک میکنه. من خیلی برام دردناکه میبینم خانمایی که میان من ازشون میپرسم پریود شما هر چند روزی بار اتفاق میفته، هنوز هیچ ایده ای ندارن. و این اهمیتش از این نظره، اگه یه موقع جابجا بشه یا وسط شما لکه بینی داشته باشین یا همچین مسائلی، باید به پزشک مراجعه کنین، برای اینکه این نشون میده که یه جای دیگه بدن درست کار نمیکنه. امیدوارم تا حدی پاسخ سوالاتتون رو در مورد طی کردن مرحله بلوغ داده باشم. بلافاصله بعد از برنامه با چت زنده همراه ما باشین در فیسبوک 37 درجه، که اونجا باز سوالهای دیگری رو براتون پاسخ خواهم داد. به پایان برنامه دیگر از برنامه 37 درجه رسیدیم. خوشحالیم که برنامه ما رو دنبال میکنین و ممنون هستیم که نظراتتون رو به ما میگیم. لطفاً به ما ایمیل بزنین و به ما بگین که دوست دارین در رابطه با چه سوژه هایی براتون برنامه تهیه کنین. آدرس ایمیل ما هست siohaf@bbc.co.uk. همینطور در تویتر ما رو دنبال بکنین @siohafbbcpersian. ممنون هستیم که صفحه فیسبوک ما رو لایک کردین. همچنان به این صفحه سر بزنین. کلی عکس و ویدیوی پشت صحنه و نسخه طولانی‌تری از گزارش‌ها اونجا منتظر شما هست. در این یادآوری کنم که همین الان دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، طی یک چت زنده در صفحه فیسبوک 37 درجه پاسخگوی سوالات شما در رابطه با بلوغ جنسی هستند. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/37bbcpersian. شاداب، تندرست و سرشار از آرامش باشید.